تو راستی والان موشه مراشا ایلاد یعقوب مینها اوهل یاسا بیکت سارا لخولم مدینا، از داخل خیمه خارج شد براخای سارای منو برای کل کشور. خارج شد یاد بگیر از اولین جدمون مادرمون سارای منو، زیرا که سارا لایتا نگونه نبود که زنی اهل کار و فعالیت نباشه. زهر اقادوش آشکار میکنه برای ما در زهر آلف اوف بد عمود بد که انگامی که لازم بود خارج میشد سارای منو برای اینکه میقوه تهرا درست کنه، میقوه برای زنها در اون محدودیت فعالیتش که زنها رو برای خداپرستی میآوردم. این جزء مراحل گیر صدق شدن. فردی که میخواد خداپرست بشه بعضی که حالا مطالعه کرده و یاد گرفته و پذیرفته باید طویلا بکنه، و اگر لازم بود سارای منو میرفت تا میقوهی درست کنه برای خانومایی که میخواست گرصدقشون کنه، در کنار فعالیتی که در کنار اورام آوینو داشت. و در تمام اینها موقعی که توراته نقدشا صحبت میکنه در ارتباط با گفتگوی بین ملاخ با اورام آوینو، موقعی که سه تا فرشته به شکل سه تا مرد به مهمونی به خونه اورام اومدن، اون فرشته سوال میکنه ای سارا اشتخا، سارا همسرت کجاست؟ اورام جواب میده و یومر هینه با اوهل، اینک در خیمه است. برشید یود خطت رشید دارم اونجا به این نکته توجه کرده که آیا فرشته ها نمیدونستن؟ آیا سوال کرد که چی بشه؟ بلکه همونطور که در بابا مسیا ترون بابا مسیا پزنیمودشو میگه، میخواست که با این سوال جواب نشون بده که سارای منو محجوبه و تا ضرورتی نداشته باشه از خیمه خودش بیرون نمیاد و خودشو در معرض دید دیگران قرار نمیده، که خود خیمه مرکز فعالیت سارای منو بود. سارای منو نزدیک میگرد گیر صدق میکرد زنها رو، اما از کجا؟ از میون خیمهش. او در واقع بیرون رو اون زنها رو داخل خیمه خودش میآورد و این خونه مرکز قدرت و توان سارای منو بود، که این همین گونه برای هر زنی هم هست. و از اینجا از داخل همون خونه گسترش پیدا کرد، پیدا میکرد به راخای او همچنین به بیرون. البته که شهادت دادن رباطه نو که به زفوت سارای منو افراد اون شهر و کشور موقعی که تو هر زمینه قدم برمیداشتن موفق میشدن در تمام زمینه هاشون. و مسلمه چیزی که در تورات نقل شده بیان میشه و ما سپرده شده یا در گفتار اخامنشاد اجداد مقدسمون، اینا هدف قصه پردازی و داستانگویی نیست فقط که قصه گفته شده، بلکه تورا داشت امتمیما، تورا خدا کامله و مسیر زندگی رو برای همه اعصار و دورانشون میده. و باید به خاطر داشته باشیم که از که جز اصول ایمان از حرامبامون رو میشماره که تولاته قدوشا در ایش مقطع زمانی تغییر نکرده و نخواهد کرد، عوض نمیشه. یعنی چی عوض نمیشه؟ یعنی همین دستور جاودانه است تا به ابد. حد اکثر آدم میتونه در مقابل چنین مواردی بگه که
الان من یا ما توان انجام این گونه رفتارها رو نداریم، یا چون فلان اجبار وجود داره ما رو مجبور میکنه که شکل دیگه رفتار کنیم. اما سلامی که آسوره که به هم بزن و ماسمالی بکنه اصل حقیقت و واقعیت رو، و قبلا اشاره کردیم در موضوع شمیتا که عدم نگهداری قوانین شمیتا اثر خودشو کی نشون داد؟ بعد از حدود 430 سال. یعنی مدت ها افراد شمیتا رعایت نمی کردن، این روال کلی خداست که وقتی که فردی یا افرادی خطا می کنن در جا خدا پس کردنی نمی زنه، به حساب فرصت می ده، تلنگر می زنه، هعارا بیدار باش، شاید تشوها بکنه، و اگر با همه اینها تشوها نکرد اون موقع است که عقوبت می رسه. معنی حرف اینه که احتمال داره که یک گناهی سالهای سال حتی چندین قرن ادامه پیدا بکنه و افراد کنن که این که دیگه عادیه، طبیعیه، همه همین کار رو میکنن، معمولش این شکلیه، ما خودمون پدرمون پدر بزرگمون هم این کار رو میکرد، ولی توجه نکنه که این کاری که داره انجام میده اشتباست. ای که خدا واکنشی نشون نداده، هنوز نشون نداده، تایید کننده هم نیست، میتونی وابسته بکنی به اون ایر خپنی بودن هشم. یه راه و روشی که اشتباه بود و بعد از نزدیک به 500 سال نتیجه کارشون رو میبینن که عدم رعایت شمیتا منجر میشه به از جمله خرابی به تعمیداش و گالوت بابل، 70 سال دربدری، آوارگی، چقدر کشتارا. شکش اینو این که حتی اگه قرار تغییری در رفتار شیوه ما باشه نیاز داره که وابسته به اون شرایط زمانه در محدوده تورات نقدوشا باشه، و اگه بگیم حالا فلان تغییرم رخ داده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، میگم این نمیتونه تایید بکنه که این کار ضرورتا درست و صحیح هست. اگرچه روالش صبر و تحمل پروسرگیست، فرصت میده به انسان تشوها بکنه، به همین خاطر این که فردی ادعا بکنه من غذای غیر کاشر هم خوردم، بیچی نشد، شبات هم رعایت نکردم، چیزی نشد، یا حجب و عیا رعایت نکرده، یا فلان کار رو فلانی رفتار کرده، هیچ اتفاقی نیفتاده، فهم دو میگه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. که کی اراده خداست که نسبت اون امر واکنششون میده، اون از اطلاعات ما خارجه، برای بعضیا فرصت کمتره، بعضیا فرصت بیشتره، بس به شرایط اون استعدادها توانایی‌ها که خدا بهشون داده. ولی چیزی که مسلمه از ثابت و پایدار هست دستورات تورات قدوشاست، اون هیچ وقت تغییر پیدا نمی‌کنه، به همین خاطر که توران به ما دستور داده لوتوسی و آلابلو تیگرن من به دستورات توران نه چیزی اضافه بکنیم نه چیزی از اونا سشالوم کم بکنیم، همینی که هست این توران داشتیم تمیما کاملترین، بهترین، بدون عیب و نقصترین چیز هست. و برگردن بحث خودمون، داستانهایی که در مورد سارای منو یا سایر بزرگان در توران بیان میشه، همه میخواد پند آموزه که ما یاد بده که ما هم چگونه رفتار بکنیم. حالا در ارتباط با سارای منو اینجا بحث سنیوت شجوعیاش
که با وجودی که اون هم در کنار ابراهیم فعالیت میکرد، خود به خود ضرورتش این بوده که اونم مهمون نواز باشه فلان باشه، ولی وقتی که جای ضرورت نداره حتی از خیمه خودش پاشو بیرون نمیگذاره.